درود بیکران دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم و همه باورمندان به تمدن ایران شهری که برای رسیدن به خواسته های جامعه ایرانی امروز برای ایرانی آزاد سعی کوشش رو تلاش میکنن. توضیحاتی است که میبایست داده بشه در رابطه با انتخاب روز رستاخیز. چرا سه روز قبل از انتصابات حکومت اسلامی این روز انتخاب شده؟ این سوال باید اینگونه پاسخ داده بشه که چنانچه حکومت اسلامی بخواد از قوه قهریه خودش استفاده بکنه و دست به خشونت بزنه، قاعدتا بازی رو در سه روز بعدش، دو روز بعدش، یه روز بعدش شما امتداد پیدا میکنیم. آغازش از سه روز قبل از این انتصابات و یا انتخابات هست، بازی رو قاعدتا خواهد باخت. تمام مشروعیتی که حکومت اسلامی در طول این 38 سال به دست آورده، مردمی رو با وعده وعید پای صندوق‌ها کشونده، به اونها قول داده، قول وضعیت اقتصادی بهتر، قول آزادی، و چهره‌های مختلف رو شما در ریاست جمهوری این 38 سال دیدید که چه دروغ‌هایی رو به مردم گفتن برای جلب رضایت مردم به صورت موقت و بعد بریدن مردم بعد از گرفتن رأی از اونها. یعنی شما دقیقا این روزگار رو دیدید، یکی دو ماه قبل از انتصاباتشون آزادی های فردی و اجتماعی در سطح بسیار سطحی به مردم میدن. فرض بگیرید دیگه به دخترها گیر نمیدن، به پسرها گیر نمیدن، به قول معروف آزادشون میگذارن، تشویقشون میکنن، پول در اختیار اینها قرار میدن، کمپین های انتخابات چپ و راست به راه میندازن که اگر این انتخابت باشه این شخص این روزگار پیدا میکنی، اگر اونطور باشه. یعنی مردم رو با بودجه های کلان و فلایرهایی که شما دارید میبینید همینجور روی زمین ها ریخته، پول های کلان خرج میکنن. چرا؟ به دلیل اینکه در بعد مسائل سیاسی، نظامی، بین المللی و بستن پروتکل ها اینا احتیاج به مشروعیت دارن در سطح بین الملل. یعنی وقتی که با ریاست جمهوری های کشورهای متفاوت قرار میگیرن، خودشون رو نماینده ملت ایران بدونن. از همین رو هستش که یک ماه قبل از انتصاباتشون میان وعده وعید میدن، جنجال به راه میندازن، بحث های آنچنان، و یا حتی امکان داره سه ماه، چهار ماه قبل از اون که داریم این داستان ها رو از خودشون انتقاد میکنن، حتی آخوندی رو میارن توی رسانه ها از خودشون انتقاد میکنه که آقا بله مردم احتیاج به رفاه دارن، مردم فقیر هستن، مردم ال هستن، و یا به چرا این زندانی ها رو داریم، ما این چند ده نفر زندانی باید آزاد بشن. این چنین بازی ها رو شما دیدید. خب برای چی این بازی ها رو به راه میندازن؟ فکر میکنید عاشق شما مردم هستن؟ اگه عاشق شما مردم بودن یا دلشون به حال شما میسوخت، اون قوانین اساسی که در حکومت اسلامی با نام قانون اساسی حکومت اسلامی بود رو عوض میکردن. چون هر کسی که انتخاب میشه میباید اون قوانین رو انجام بده و اون قوانین خونریزه، اون قوانین ضد بشره، ضد حقوق ایرانیه، ضد رفاه جامعه ایرانیه و فقط منافع یک عده رو در نظر گرفته که وابستگان مستقیم کشورهای دیگه بودن در این توطئه جهانی که به ایران فرستاده شدن. و اگر شما نگاه کنید اینا داستان رو از هزار فامیل هم گذروندن، اینا ده هزار فامیل هم. قدیم ما داشتیم هزار فامیل، اما داستان از اینها فراتر رفته و همه با هم ازدواج کردن، همه خانواده همدیگه هستن، در دو قسمت مختلف در دو سوی سکو ایستادن، یکی به سمت روسیه و چین، دیگری طرفدار سیاست غرب. ولی هیچ کدام از این سیاست ها، هیچ کدام از این خانواده ها به نفع جامعه ایرانی تا به امروز یک قدم بر نداشته. شاید شکل تبلیغاتشون اینو به شما برسونه، اما به هیچ عنوان اینگونه نبوده. پس بنابراین این رو باید اینگونه خدمت شما عرض بکنم که اگر حکومت اسلامی در اون سه روز آخر قبل از انتخابات بخواد دستی به روی شما دراز بکنه، بخواد خون هموطنی رو بریزه، مطمئن بدونید که تمام بازی رو خواهد باخت، مشروعیتش در کل جهان از بین خواهد رفت. دیگه بحث بر سر این نیست که فردا بیان قشقله به راه اندازن که آقا اینا خب مثل تمام کشورهای جهان اینا رأی نیاوردن، اونا گفتن تقلب شد. خیر، کل حکومت اسلامی، کل قانون اساسیش، از رهبریتش تا تمام سران، اینها متعلق به جامعه ایرانی نبوده، نیستن، و اینها میبایست سرنگون بشن.
و این مشروعیت میبایست از دستشون گرفته بشه، اونم توسط مردم. و این حرکت میتونه دقیقاً هم درون کشور اگر درست عمل بکنید، اگر درست سازماندهی بکنید، اگر گوش شنوایی باشه، خواهید دید که شما مردم به پیروزی خواهید رسید و سرنگونی رو در دستان خودتون حس میکنید. ولی اگر من دارم به حد اقلها اشاره میکنم، حد اکثرش اینه که مردم یعنی موفق بشن میلیون ها نفر به خیابون ها بیان و حکومت رو سرنگون بکنن در اون سه روز باقی مونده قبل از انتصابات حکومت اسلامی، یعنی از این موقعیت استفاده بکنن که حکومت در ضعف قرار داره و نمیتونه به سمت شما آتش بکنه، نمیتونه، پروانش رو نداره، به دلیل اینکه مشروعیتش از بین میره و تمام رسانه‌های جهان صحبت میکنن، چون این در هیچ کجای تاریخ اتفاق نیفتاده. حکومتی بخواد از شما رأی بگیره و دو سه روز، یه روز قبلش بخواد 10,000 نفر رو بکشه، غیر ممکنه. اگر دست به عمل چنین کاری بزنه خودش رو نابود کرده. اینو من مستقیما دارم خدمتتون عرض میکنم. این یک زمان تاریخی است که شما مردم میتونید استفاده بکنید، اما من دارم به حد اقل‌ها اشاره میکنم. حد اقل کاری که میتونیم به پیروزی برسیم، این یعنی قسمت پایین 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 دستاورد شما مردم هست که اگر ضعیف‌تر عمل بکنید، که اگه بعضیا هی به قول معروف موش بدونن در این کار، حداقلش اینه که شما مشروعیت رو از نظام گرفتید، اعتبار نخواهد داشت و دیگه نماینده مردم ایران نیست. دیگه نمیتونن بگن چون اینا در انتخابات تقلب شده ریختن به بیرون. خیر، کل نظام رو مردم قبول ندارن. نه بزرگ اعتراضی هم نیست، ما این حکومت رو نمیخوایم. شعارها همه میبایست بر پایه سرنگونی نظام، سرنگونی ولایت فقیه و ما این حکومت رو نمیخواهیم، ما حکومت اسلامی و آخوندی رو نمیخواهیم داده بشه. صحبت بر سر شعارهای نمیدونم تفکر سیاسی و غیره نیست. کل جامعه ایرانی، مسلمان و غیر مسلمان، زرتشتی و بهایی و کلیمی و مسیحی و مسلمان، با تیرهای مختلف از شمال و جنوب و شرق و غرب این حکومت رو نمیخواد. دلایلش هم مشخصه، شما بهتر از هر کسی میدونید چون دارید لمسش میکنید. ثروتمندترین کشور جهان رو اینها فقیرترین مردم جهان نگاه داشتن. پولها هم به همین کشوری که من دارم با شما صحبت میکنم سرمایه گذاری میشه، در همین آمریکا، اروپایی اینو همه رو توضیح دادم. اما صحبت بحث بر سر انتخاب روز رستاخیزه که چرا، من در ادامه با شما بیشتر صحبت خواهم کرد و توضیحات لازم رو به شما خواهم داد برای اینکه توان بیشتری در این کار به کار ببرید، برای اینکه بدونید که پیروزی با شماست. هر قسمت شما موفقید، هر قسمت از این داستان رو خدمتتون عرض می‌کنم، شما مردم موفقید. اما اومدن چگونه انجام دادن در طول تمام این سال‌ها؟ به مردم گفتن آقا برید در منازل بنشینید، مشروعیت از این رأی ندید، مشروعیت گرفته میشه. حکومت اومده ده ها هزار نفر رو در خیابان‌ها آورده که هر کدومشون اینها دارای شناسنامه‌هایی هستن با 15 جلد مختلف، در قسمت‌های مختلف، شعبه‌های مختلف رفتن رأی دادن. به جهانیان گفتن آقا این مردم درسته هر دولتی یه مقدار مخالف داره، اما اکثریت قریبتون 90% اینها با ما هستن، ببینید چقدر رأی آوردیم. این کلاهبرداری ها رو انجام دادن، این برنامه ها رو پیاده کردن. اما بدونید هموطنانم، بدونید این بار پیروزی با شماست. متأسفانه دارم شما مردم گوش شنوایی داشته باشید، دست به دست هم بدید، دختر و پسر، زن و مرد، پیر و جوان، پادشاهی و جمهوری خواه هم نداره، ما یک تیم ملی ایران هستیم که میخوام کشورمون رو از موضع قدرت با اجرا گذاشتن قدرت اجتماعی مردم به پیروزی برسونیم که در نهایت جامعه خودش دولت تعیین میکنه، جامعه خودش بهتر از هر کس دیگری میدونه با آینده و سرنوشت خودش چه کار بکنه، چون کشورش متعلق به خودشه و شما مردم در اون کشور دارید زندگی میکنید. البته زندگی نمی کنید، باقی موندید. سپاسگزارم، امیدوارم که توضیحات حدوداً کافی بوده باشه برای اینکه بدونید، بیشتر جذب بشید، بیشتر جلب بشید که حکومت در ضعف کامل قرار خواهد گرفت، به خصوص در یک هفته آخر، و این بهترین سرمایه گذاری است برای شما مردم که بتونید کشور رو پس بگیرید. اگر انتخابات انجام بشه و شما دیدید که میلیون ها نفر به خیابون ها ریختید، شما رو شکست خواهند داد به دلیل اینکه رأیتون رو گرفتن.
این داستان دقیقاً برعکسه. نه رأی میدیم، نه اینکه بریم در منازل بنشینیم. این بار کف خیابون‌ها با صدای بلند فریاد میزنیم که شماها رو نمیخوایم، شما نمایندگان جامعه ایرانی و کشور ایران نیستید، به صورت مشخص. و طرحش هم یک به یک برای شما توضیح خواهم داد. این رو بدونید، مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.